درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا می کنم. امروز چهارشنبه است و هفتم از ماه سپتامبر، بله، در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستیم. خواستم به اطلاع برسانم که امروز ساعت 6:30 در تلویزیون اندیشه خواهیم بود و در باب شیخ خزعل و داستان خوزستان که عربستان گفته می شد و اینها در اونجا صحبت خواهیم کرد. این است که شما هموطنان که علاقمند هستید مسائل تاریخی، به خصوص تاریخ متأخر ایران که بازیچه دست کودکان هم شده است اخیراً، هر شبت که توجه بفرمایید. مطلب دیگر اون که روز 25 همین ماه در اورنج کانتی خواهیم بود، 2575 مکه وی در ایروان کالیفرنیا، تلفن 949-551-9272، این تلفن دوست عزیزم جناب آقای محمد آل احمد هستن. ما در اونجا در باب تأثیر شاهنامه در بر فرهنگ و شعرهای پس از خود صحبت خواهیم کرد. این است که دوستان علاقه من میتوانند با آقای آل احمد تماس بگیرند، اطلاع خاصن اونجا خواهد بود. این از این. و یک خبر خیلی ناگوار هم شنیدیم و اون این که هنرمند بزرگوار و صاحب سبک فوت شدن متاسفانه. متاسفانه اجازه بدید که یک غزل از سعدی بخوانیم، در باب استاد شریف صحبت کنیم و شیوه کار او و ساز او و اخلاق او. بله، سعدی فرمود: ای روبهک، چرا ننشستی به جای خیش؟ با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. عرض کنم هر کی پاشو از مرز خودش بیرون بگذاره، این داستان همه روبهک. بله، ای روبهک، چرا ننشستی به جای خیش؟ با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. دشمن به دشمنون نپسندد که بیخرد با نفس خود کند به مراد و هوای خیش. آدم بیخرد، بزرگترین دشمن آدم بیخرد خود این آدم بیخرد است. دشمنه انقدر با این دشمن نیست که خودش با خودش. بله، یک نقل قولی میکردن از جان وین، هنرپیشه معروف، میگفت زندگی هرچه بگذره و آدم پیش بره، زندگی سختتر میشه، اما حماقت زندگی رو بسیار سختتر میکند، حماقت خود شخص. حالا از دست دیگران چه شکایت کند کسی؟ سیلی به دست خیش زند بر قفای خیش. دزد از جفای شهنه چه فریاد می کند؟ گو گردنت نمی زند الا جفای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش؟ یعنی اگر تو قناعت کرده بودی به همون حسیری که داشتی و همون روش خوابیده بودی، نمی رفتی قالی سلطان رو بدزدی بگیرن رو گردنت هم بزن. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش؟ گر هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق، بهتر ز دیده‌ای که نبیند خطای خیش. چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش.
با دیگران بگوی که ظالم به چه فتاد، تا چاه دیگران نکنند از برای خیش. گر گوش دل به گفته سعدی کند کسی، اول رضای حق طلبد پس رضای خیش. این از اون غزلهای مشهور است که دو سه بیتیش مسئله سایر شده و بر زبان ایرانیان جاری است و در حافظه ملی ثبت شده است. بزرگی شاعر به اندازه تعداد ابیاتی است که در حافظه ملی حفظ می شود و بر جای می ماند. حالا یه دیوانه قطور بسازیم، هیچ کس هم نخونه، هیچ کس هم نقل قول نکنه، پیداست شعر بی تأثیر بوده. خب عرض کنم خدمت سرکار که سرکار بینندگان، خانم ها، آقایان، این ساز تار ساز قدیمی نیست. به این وجهی که هست قدیم نیست. قدیم که عرض میکنم یعنی به دوره های خیلی قدیم، چون کشور ما قدیم هست. وقتی میگویم قدیم حداقل یعنی مثلا 500 سال 600 سال اینها نیست. خیلی اینقدر هست که عبدالقادر غیبی مراغه‌ای نویسنده دو کتاب مهم در موسیقی، جامع الالحان و مقاصد الالحان، در اونجا از یک سازی به نام پنج تا نام میبرد. پنج تا یعنی پنج سیم، کما این که سه تا یعنی ستیم، سه سیم. بله، هم سه تا در عمل آورده به چنگ، میر عالم بشنیده است سروش. باز دوشون سنم باد فروز، شهری از ولوله آورد به جوش. بله، صبحدم بود که میشد به وصال، چون پرندوش نبیهوش نبهوش. هم ستا در عمل آورده به چنگ یعنی به دست، میر عالم بشنیده است سروش. بله، شعر انوری. ستا یعنی سسیم، سسیمه، ستار، پنجتا. و بعد میگوید که این شکل گلابی دارد که بر سطح آن پرده روی قلب گاو میکشند. خب امروز روی تار نگاه کنید، پوست بره تودلی اصطلاحا. در قدیم قلب روش یک قشایی هست، یک پرده هست، از اون به کار میبرن. پوست ماهی هم به کار میبرن باری. و در ادبیات قدیم ما این ساز رو نمیبینیم. در نقاشی هایی که در چلستون هست و به احترام همایون شاهزاده هندی که به ایران آمده و مهمان پادشاه صفوی بوده، اونجا مجلس مهمانی هست، سازهایی که به کار میبردن در اونجا هست. جمعاً 55-56 ساز پیش از دوره صفوی نواخته میشد در ایران، که وقتی این آخوندهای کذا و کذای شیعه آمدن، مثل همین آقا که نشسته در خراسان میگوید که این استان موسیقی نباشد به خاطری که حضرت رضا اینجاست. حالا شما ببینید تمام ایران دست آخوند شیعه افتاده بود، هزار بار عقب افتاده تر از اینها. ببینید چه می کردن و چه می نوشتن و چه چیزها در باب موسیقی. این سازها تمام منسوخ شدن و از بین رفتن. وقتی در دوره فتحعلی شاه که تنها کار خوبی که کرده این توجه به موسیقی کرده و ارکسترهای مختلف به دربارش می مدن و ساز می زدن، حتی ارکسترهای زنانه بود. در واقع بعد از دوره خسرو پرویز دوره قاجار هست که به موسیقی توسط شاهان توجه شده است. در اونجا مردم میدن یک تاری هست، یک نی هست، یک سنتوری هست، یک ضربی هست. حالا یه تعداد سازم محلی هستن اینجا و اونجا، مثل دوزوله و نمیدونم هر شبت که انواع کمانچه ها و این چیزا که خب محلی است. ساز ملی این سه چهار تا بیشتر نبود، بیشتر نیست. نخستین بار که تار در ادبیات جلوه کرده در شعر ایرج میرزاست و عرض میکنم که شعر
فصیح الزمان شیرازی. فصیح الزمان شیرازی متأخره، میگویند عمامه هم داشت و اینها، و در اونجاست که یک غزل زیبا گفته است و در اونجا اسم تار رو برده است. بله، همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بگذر کنار جوی. همه زن خوشند مطرب بزند به تار چنگی، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار موی. خیلی 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 غزل زیبایی گفته. و ایرج میرزا میگوید تار نهم در کف درویش خان، تا بدمد بر بدن مرده جان. و فروغی هم دارد، بله یه غزل دارد در زمان ناصرالدین شاه، فروغی بسطامی، و اون از این دو تن قدیم تر است. اون هم تار رو به کار برده است. بله، گل بتوان چید خار اگر بگذارد، گنج توان برد مار اگر بگذارد. بانگ مؤذن کشاندم سوی مسجد، ناله جانسوز تار اگر بگذارد. باری خانواده پیدا شدن به نام خانواده فراهانی، اینها نگهدار موسیقی ملی بودن. مشهورترین اینها در آقا علی اکبر بوده، میرزا حسین قلی بوده، میرزا عبدالله بوده، و زنان خانواده بودن. و عرض شود که میرسد به علی اکبر خان شهنازی در عصر جدید، و بسیاری از استادان امروز ما شاگردان استاد علی اکبر خان هستند، علی اکبر خان شهنازی. و چنین بود فرهنگ شریف، دوست عزیز ما و نوازنده بزرگ تار که صاحب سبک بود، و پیش ارز کنم که علی اکبر خان تلمز کرد سالها. اما علی اکبر خان سولیست نبود، علی اکبر خان ردیف نواز بود، و همون چیزهایی که خدمت پدرش از بام تا شام تمرین میکردن همونها رو میزد. و البته پیش درآمد داره، پیش درآمده زیبا داره، چند قطعه خیلی زیبا و بسیار بسیار اصیل ساخته علی اکبر خان. یک عرض کنم که درآمد همایون ساخته است که شاید مشهورترین درآمدها باشد، یک پیش درآمد اصفهان هست. ولی علی اکبر خان سولیست نبود، یعنی نمیشد شما بنشینید و مثلا یک ساعت به سازش گوش کنید، نه، کاملا مکتبی بود، بهترین استاد بود برای تعلیم بچه ها از نظر تکنیک و فن و ردیف نوازی و اینها. و بسیاری از استادان امروز عرض کردم شاگردان علی اکبر خان هستن. فرهنگ شریف هم شروع میرفت. برادر کوچکتری داشت، عبدالحسین خان، اون ساز رو زیبا میزد. در واقع این شیرین نوازی و جذابیتی که در ساز تار آمد، نه از میرزا حسین قلی آمد، نه از علی اکبر خان آمد، بلکه از عبدالحسین خان شهنازی آمد که در 42 سالگی فوت شد متاسفانه. دو سه باری مخلص از استاد شهناز پرسیدم آقا به نظر شما در این نوازندگان قدیم و جدید چه کسی رو میپسند؟ گفت هیچ کس مثل علی اکبر خان ساز، مثل عبدالحسین خان ساز نزده ساقا. که البته حالا بنده فکر میکنم ایشون خیلی بهتر از عبدالحسین خان ساز میزد، استاد شهناز، اما تواضع میکردم. باری خیلی میپسندیدم. ساز رو تو بغل میگرفتن، ایستاده در حضور پادشاه میزدن تون 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 تون، این مضرابای مسلسلوال مثل آرشه، و بعدم میرفتن. این که بنشینی ساز رو بر روی زانو بگذاری و قطعات زیبای عرض که عاشقانه باید بنوازید، از عبدالحسین خانه. عبدالحسین خان مبتکر این شیوه از نواختن هست.
و خود آقای شریف برای بنده تعریف کردن که من یک شبی رفته بودم درس بگیرم از عبدالحسین خان، کلاس های علی اکبر خان رسمی بود، باستی میرفتم، اما عبدالحسین خان من درویش بود، میگه آقا شب ساعت 8 بیا منزل ماست. گفت ایشون رفته بود در رادیو سولو بزند، یه سیم تارش پاره بود، مستم بود و خلاصه یه چیزی زد و من رسیدم، علی اکبر خان داشت فریاد میزد سر این عبدالحسین خان که آقا این چه سازی بود زدی، آبروی خانواده ما رو بردی، چه کردی و اینها. ببینی چقدر مهم بوده براشون موسیقی. گفت ایشون هم خیلی خونسرد، گفت با آقا داداش حالا این همه ساز خوب زدیم، یکی هم بد زدیم، اشکالی نداره. باری آقای شریف این طعم و مزه و جذابیتی که در تاریخ بود رو مدیون عبدالحسین خان شهنازی میدانست و صاحب سبک بود. وقتی که شریف آمد، تار یک سازی بود متعلق به مردان میانسال تا کهنسال و جوانها تن میزدن، خیلی کم داشتیم، ولی وقتی این جوان آمد، سیمای جذاب و عرض کنم که شیک و مدرن لباس میپوشید و این قطعات دلاویز رو با این ساز میزد، خیلی توجه رو جلب کرد و سبکی تازه به میان آورد، یک سبک بسیار بسیار لطیف که خاص اوست. حالا خیلی خواستن اون رو تقلید کنن، اما مقلد هرگز به جایی نمیرسد. عرض می شود که حالا شما این مزراب رو اندکی ببرید جلو بین کاسه و نقاره بزنید، خیال کنید شدید فرهنگ شریف، نه. و در اوج جوانی حقیقتا قطعاتی از ایشون به یادگار مونده در برنامه گلها، در دوئت هایی که دارن با پرویز یا حقی به خصوص و حیوالله خان بدیعی، بی نظیر از لطافت، حقیقتا نظیره. و سولیست ها خلاقیت دارن، دنبال ردیف نوازی نمی روند، چون ردیف نواختن که فایده ای نداره که آقا یه قطعاتی رو شما یه تکرار کن، اما دانستنش حتما باید باشد که میتوان بتوانید در اون گوشه ها آهنگسازی بکنید و بدانید که گفت که بیمایه که فطیر است. مرحوم شریف سولیست بودن در برنامه های گلها، خدا میداند چه تعداد برنامه گلها با صدای ساز ایشان ضبط شده و در واقع بعدی هم که از انقلاب شد گاهی میامدن به آمریکا، یک دیدارکی هم میکردیم، صحبت میکردیم، خاطرات خیلی خوب داشت از گذشتگان، از مرحوم پیرنیا، از سفرهایی که کرده بودن، از قمر، اینها. اما بی اندازه نیک نفس بود مطلقا و ابدا شنیده نشد که آقای فرهنگ شریف پشتی سر کسی حرف بزند. هنرمندا در حال رقابتن، از یکدیگر متنفرن، به مرگ هم راضین، اما شریف بدین گونه نبود، مطلقا و ابدا نام کسی رو به زشتی نمی برد، به جهت اینکه اعتماد به نفس داشت، به جهت اینکه دارای اون عقده های سرکوفتهی که بعض نوازندگان دارن نداشت. از ابتدا که آمد آدم درجه یکی بود. آدم ها چند درجه هستن؟ به قول اینجا تایپ A، آدم A، آدم B، آدم C، آدم D، آدم F. اونایی که نام بزرگان رو خراب میکنن آدم های F هن، اون پایین. کسی که اعتماد به نفس داشته باشه و به هنر خودش معتقد باشه و ارزش خود رو بداند، کسی رو کوچک نمی کند. سهل است که دست دیگران رو میگیرد که اونها هم به جایی برسن، نه اینکه دیگران رو نفی بکنی. هی بگوی این ساز بلد نبود بزنه، من خوبه، من استادم، هیچ که مثل من نیست. حالا این حالا بزنه، مردم قضاوت کنن، آقا جامعه قضاوت میکنن. مشهورترین نوازندگان در زمینه تار بود. ایشون زمانی آمد، عرض کنم که استادای بزرگ بودن، استاد جلیل شهناز، عرض کنم مرحوم زرین پنجه، سرخوش، لطف‌الله خان مجد، بسیاران بودن،
تمام خوب بودن واقعا، هر کسی سبک و سیاق خودش را. و یک فضیلت این رادیو داشت اون این بود که اگه کسی کسی دی تقلید میکرد اون راه نمیدادن، میگفتن آقا خودش هست. یکی اومد مثل اکبر گلپایگانی میخونه یا مثل ایرج میخونه، میگفت آقا خودش هست دیگه، شما رو آره چی بیاد. این است که این آوازهایی که مانده حقیقتا بی نظیره. این برنامه‌های گلهایی که مانده دیگه تکرار نخواهد شد، به خصوص با این طاعونی که بر مملکت ما عرض کنم که حاکم شده است. یک سبک لطیف جذاب زیبا که ابداع خودش بود. عرض کنم این بازی هایی که با مضراب با سیم در واقع بم تار میکرد و سیم درویش خان، اینا ابداعی بود. حالا یه دیمی گفتن که از گیتار گرفته شده، دیدم اینطور نیست، این ابداع خودشون بود. و گاه دیدم استاد شهناز هم استفاده میکردن صدایی بس لطیف و دلکش از اون دو سیم بالای تار. بله، یکی سیم هنگام گفته میشه، یکی سیم بم گفته میشه، گاهی اوقات اون سیم درویش خان هم میگوین، چون پنج سیم بود و درویش خان یک سیم اضافه کرد شد شش سیم. و این صدای ساز بی اندازه در واقع به طرف کمال رفت با اضافه کردن اون یک سیم. بله، سفر میکردیشون به آمریکا و یک بنده خدایی آمد و یک ملکی یک چیزی کرد به نام ایشان که اصلا خبر نداشت، یه حسابی بانکی و ایشون رو بدهکار کردن که اصلا بیچاره فرهنگ شریف خبر نداشت این آقا چی میگه، حساب چیه، کتاب چیه، اون خودش میشناخت سازش. و نتوانست دیگه برگرده و دوستان خودش رو ببینه. باز تأسف از دست دادن هنرمندی مثل فرهنگ شریف یا پرویز یا حقی یا استاد جلیل شهناز، اینها ضایعه هایی است که جبران ناپذیرند، به جهت اون که فضای کشور ما به وجهی نیست که ما بتوانیم حالا فردا یه فرهنگ شریف دیگری هم داشته باشیم. اجازه بدید که شاید اگر که امیر جان بتواند از گلها چیزی، چون قطعاتی که این نواخر می زدن و البته به خاطر کهولت و دیگه اون شور حال جوانی که نیست نمی شود به دوره های اوج رسید، این است که اگر پیدا کنیم در برنامه گلها قطعی از این نوازنده بزرگ و هنرمند محترم واقعا پخش کنیم. ابو عطا گفتید؟ بله بفرمایید. خیلی هم به ابو عطا علاقه داشتم.
Thank you.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید. با درود بر شما هموطنان گرامی، سازی از مرحوم استاد شریف شنیدیم، زنده یاد، زنده نام. بله، چه هنرمندانی بودند در اون دوره، شاگردان استادان بزرگ، سرچشمه موسیقی جدید ایران. عرض کردم دو سرچشمه هست، یکی درویش خان، یکی سبا. و تقریبا بیشتر از 90% هنرمندانی که بودند از این دو آبشخور سیراب شده بودند، به خصوص سبا. صدای خودشون هست، میگوید من 1500 شاگرد با درجه ای از خضوع و خشوع، میگوید من 1500 نفر در کلاس های من موسیقی آموختم. هر شبت که وقتی انقلاب شد یه عده هم خیلی پررو شدن. خب دست این هنرمندای بزرگ از کارشون کوتاه شد، از صحنه بیرونشون کرد، ذلیلشون کرد. بعضی گریزان شدن، بعضی به کنج خلوت خزیدن. کار افتاد دست آدمای عقده‌ای که اینها رو به واسطه بد بودن صدای سازشون در رادیو راه نمیداد. یه وقتی یک دوست عزیزی دارم اینجا یک برنامه برای استاد بزرگ نیداوود و درگذشت ایشون، که میدونی نیداوود شاگرد ممتاز درویش خان بود و در همین آمریکا هم فوت شدن، استاد نیداوود، آمدن یک جلسه گذاشتن به یاد ایشان. عرض کنم که مخلصم رفتم. در اونجا آقای ورزی بودن، استاد شریف بودن، اینها. استاد ذوالفنون بزرگوار ما رو هم، استاد زندریاد محمود ذوالفنون، دعوت کرده بودن. نه بعد یکی از این دوستانی خیلی هم من بهش علاقه دارم و عرض کنم موسیقی‌دان خوبیست، به من گفت که آقا به جای این پاسبانا که دار کشیدن، این حبیب‌الله بدیعی رو بایستی دار میکشیدن. گفتم اه حبیب‌الله بدیعی رو برای چی دار بکشن؟ گفت نمیدونی؟ حبیب‌الله بدیعی. گفت میدونی چرا این ملک میورد رادیو که ضرب بزنه جهانگیر ملک؟ حالا من روم نمیشه واقعا بگم چی گفت. بله ایشون آقای بدیعی رو با خانما آشنا میکرد. گفتیم آقا این حرف چیه؟ این جهانگیر ملک خودش بابا یه پای استاد بود، ناصر افتتاح، لطیفترین سازها رو میزد تا اونجا که به ضرب مربوطه، بسیار بسیار مورد علاقه عرض کنم استادان موسیقی بوده اینها. گفت نه این دوست منو میبینی فلانی که اینجاست امشب، ایشون را نمیداد به رادیو. حالا نام نمیبرم چون ایشون هم صاحب شهرتیست در یه حرفه ای. بعد موقع برنامه شد، استاد ذوالفنون بزرگوار استاده با ویولون، خب رهبری اون ارکستر رو بر عهده داشتن. یه آهنگی بود، فرض کنید ضربش یک دوم بود، این آقایی که حیب‌الله بدیعی راش نداده بود در رادیو و به خاطر اون میباسی حیب‌الله بدیعی رو به دار میکشیدن، هم نشسته بود برای خودش سه چهارم میزد. هرچی استاد ذوالفنون نگاه میکرد که آقا اینجوری نیست اینا، تا آخر قطعه که این قطعه از استاد نیداوود بود، ایشون ضرب عوضی میزد، یه ضربی دیگه میزد برای خودش میزد، یعنی تشخیص نمیداد آقا این آهنگ با چه ضربی داره نواخته میشه، این چطوری است، آقا نوت این چطور نوشته شده، اینا هیچ. بعد تمام شد، واقعا ما یه آبروریزی. بعد رفتم سراغ این دوست عزیز که خودشونم اونجا جزء ارکستر بودن، گفتم آقا همیشون بود که حبیب راش نمیداد،
خب شما دیدید این قطعه ساده این رو ضربش تشخیص نمیداد، این چی بود؟ این چه آب رو ریزی بود؟ گفت ما یه قطعه تمرین میکردیم ضربش 3/4 بود، تو کلش بوده، تو کلش بوده، حالا اینجا زده. از اینجور داستان. و از این بدتر در مدرسه موسیقی ملی که بعد شد نمیدونم آموزشگاه سرودهای انقلابی دختران و پسرانش هست کرد. دوست عزیز من کامران تندر، یادش به خیر باد، که الان در سان فرانسیسکوست، میگو آقا وجهه همت این کسانی که میامدن به ما تار درس میدادن که همون آدم های بودن که تو رادیو راشون نمیدادن، کینه های سخت به دلشون بود از پرویز یا حقی و حبیب‌الله خان بدیعی و اینا که مثلشون حالا به این زودی نخواهد اومد، وقتی میخواستن بخندن و مسخره کنن فرهنگ شریف موضوع میکردن، صارمی رو موضوع سخن میکردن و ها 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 ها. مثل فرهنگ شریف حالا میخوام بزنم، گفت اینا کارشون مسخره کردن هنرمندا بود. و خود مرحوم لطفی که این مرد استادی بود واقعا، ولی خلقیات اخلاق چه ارز کنم، این شاگرداش اینجا اینطور تعلیم میداد که بله یه نواری من ازش شنیدم به قدر یک ساعت که در حجم استاد شریف، این مرد یگانه بود واقعا شریف در ساز، مسخره کرده بود اینا. و بعد رفت ایران، دیدم ای آقا یه لطفی دیگه شده، خیلی خوشحال شدم به عنوان یک شنونده موسیقی. دیدم یه تعدادی کلاس ها گذاشته، خیلی خیلی خوب از نظر فنی توضیح میده، نام استادان رو با احترام میبره، نام استاد شهناز رو به منتهی درجه احترام میبره، نام استاد شریف رو بسیار محترم میبره، سبکاشون رو توضیح میده که سبکای چگونه بود. و خوشحال شدم که لطفی بالاخره وقتی بازگشت به ایران سر عقل آمد و بدآموزی هایی که به شاگردانش میکرد رو دست کشید. بله این شیرین ترین بحث موسیقی است. به مدت قریب 2 سال اون زمانی که ما انرژیمون خیلی بیشتر از این بود و شوق و ذوق در کار تحقیق بسیار بود، با دوست دانشمند فاضل محترم آقای مهری ما در رادیو داشتیم و این نوارا هست، تاریخ موسیقی، در باب تاریخ موسیقی از روزگار ساسانیان تا عصر جدید و اینها نواراش هم هست. اون وقت نیست که ما اینها رو منظم کنیم و روی سی دی بذاریم، شنیدنی بود. خود من و حسب اتفاق یکیش به دستم افتاد شنیدم، تعجب کردم چه میزان ما زحمت کشیدیم در این چند سال در کارهایی که کردیم. باری این هم از این داستان. بله خدمت شما بگم که یک بابایی با هویت عوضی رفته است در یک جایی و در اونجا موضوع اصلاحات ارضی رو به میان انداخته و حرفایی که ما اینجا زدیم دیگه داستانی به قدری واضح هست که هر کودکی میداند. و داستان رو منتسب کرده است که اصلاحات ارضی این مشیری کارش جز این نیست که بیاد و این دشمنی دارد با چیز فراغر بیسار این حرفا. این از زمان چیز شروع شد، 1320 رو متصل کرده است به عرض کنم که 1962 اونجا اون اصلاح ارضی شد. بله دربار اینجوری کرد و اون زمین ها و فلان اینا، حالا من مفصل روز جمعه اینجا برای شما خواهم گفت داستان اون چه بود که وقتی که متفقین آمدن چندین هزار سند مالکیت تصرف عدوانی شده بود توسط دربار و اینها به همراه
مرحوم رضا شاه بود که رفتن در اصفهان و مردم صف کشیدن جلوی مجلس برای زمین‌هایشون. و بعد دکتر سجادی اگر اشتباه نکنم که وزیر راه بود رفت اصفهان و گفت اعلی حضرت این زمین‌ها کجا، اینا مال مردم، اینا لطف کنید امضا کنید. گرفت اسناد، گرفت امضا، گرفت برگرد، بعد اینا رو فروختن به مردم قیمت ارزون‌تر و داستانش چیز دیگه است. اصلا ربطی به اصلاحات ارضی که چند سال میگه که بگویم اصلاحات ارضی رو انوشیروان شروع کرد. اسناد چی داری؟ مجله آیندگان. آقا مجله آیندگان واقعا ببینید کار ما به کجا کشیده، ببینید جهالت حدش تا کجاست. آخه چه ربطی داره اتفاق 1320 افتاده با اتفاق چند دهه بعدش افتاده و یک پروگرام بوده و یک داستان دیگری داشته و وضعیت دیگری بوده، چه ربطی به تصرف عدوانی داشته و اون روزگار. و این یک نوع توهین هست بیننده، یک اهانتی است به بیننده. آخه شما بیاید اینجا، من این دیوان سعدی رو میذارم خدمت شما ببینم اصلا میتونید یک دو بیتشو بخوانی. یک کسی بچهش بیکار بود، گفت بزر نمیذارم بیکار باشه، تو باید شغل یاد بگیر. گفت باشه ماما چیکار کنم؟ گفت یک آهنگر دیدم خیلی استاد مشهوری، میخوام بذارم آهنگری کنی، آهنگر بشی. گو باشه. رفت به استاد، گفت استاد این بچه من میخوام شما فن آهنگری. گو باشه باشه. گو اول جارو میکنی بعد شروع میکنی به دم زدن. این دم زدن خیلی کار سختی است. دم بود. میکشیدی باید دم باز میکردی بعد میبستیش که هوا در اونجا اسیر بشه، بعد فشار میوردی به دم، این دم از اون پشت میدمید اکسیژن رو به زغال سنگ ها، آهن ها سرخ میشد، بعد شاگرد میذاشت این رو روی سندان و استادان، استاد بزرگ خودش مینشست یک آهن بلندی داشت میذاشت روی نقطه و دیگران میزدن. حیف که داستان تمام، حیف که وقت ما تمام شد، وگرنه این داستان آهنگر چه داستان قشنگیست. حالا دفعه دیگه خدمتتون میگم. روز جمعه اینجا ما این داستان رو بررسی میکنیم، ببینید کار ما به کجا کشیده و چقدر داستان خنده داره. باری از شما سپاسگزارم هموطنان گرامی، از امیر سپاسگزارم که توجه فرمودید. ما این تلفنی که دادیم، تلفن جناب وصال درست بود، اشتباه نبود، 714-525-46-16 برای کتاب، سه جلد کتاب است در باب تاریخ قاجارها تا امروز. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.